بله، درود بر شما دکتر میساق، خوشحالم. درود، صدای من میاد؟ بله، صدای شما هست، رسا هست. آقای مشیری، فقط محبت کنید تصویرتون رو به اشتراک بگذارید تا مطمئن باشیم که تصویر شما رو هم داریم. بله، درود بر شما، درود بر شما. دوستان منتظر بودن. خب، من یکی از دوستان سوال کرده و من ترجیح میدم که آقای مشیری اگر اجازه بدید شما و سایر دوستان، سایر پنلیستا، من پنلیستا رو معرفی بکنم. از دکتر رضوان مقدم. رضوان عزیز از فعالین حقوق بشر، از مبارزین و از عزیزانی هستند که به هر حال یک مبارز شناخته شده هستند. همسرشون رو جزء جاودان شدگان هستند. خانم مقدم عزیزم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید لطفاً. تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، صداتون هم امتحان بکنید. خانم مقدم عزیز، درود بر شما. سلام، درود بر شما. خب من که فکر میکنم تصویرم رو دارین، امیدوارم که صدام هم داشته باشین. صدای شما هم هست، ممنونم. و اول بخواستم این مطلب، آقای گرگین سوال کرده بودن، آقای سپهداد گرگین سوال کرده بودن، من خواهش میکنم که میکروفونشون رو باز میکنم، خودشون سوال خودشون رو مطرح کنن و امیدوارم آقای مشیری و آقای مشیری به ویژه جواب این صحبت بدن. من نظر خودم رو، البته نظر خودم که یکی از سازمان دهندگان این گفتمان هستم، یعنی گفتمان سوسیال دموکراسی که در واقع تنها بدیلی است که میتونه برای حل بحران جامعه ایران داشته باشه و حتی میتونه برای حل راه حل هایی برای بحران منطقه خاورمیانه داشته باشه، استقرار سوسیال دموکراسی در ایران، یعنی نهادینه شدن دموکراسی همراه با سوسیالیسم در قانون اساسی. اینو دوست عزیزمون پژوهشگر ارزنده مورخ بسیار خوب آقای مشیری توضیح خواهند داد و آقای دکتر میثاق راجب بنبستی که آقای دکتر میثاق راجب بنبستی که لیبرال دموکراسی به ویژه در آمریکا هست صحبت خواهند کرد و صحبت رو با بحث بنبست لیبرال دموکراسی و اینکه آیا در ایران اصلا امکان داره لیبرال دموکراسی برقرار بشه، دکتر میثاق در این زمینه صحبت خواهند کرد، سوال خواهند کرد. آقای گرگین، در یک جمله بگم سپهداد عزیز، نه، برنامه ما برنامه گفتمان هست، نقد خواهید کرد، دوستان صحبت خواهند کرد، حتی نقد در مدتی که اجازه میده وقت ما، هم نقدتون رو مطرح میکنید هم سوالات رو، یعنی قرار نیست که فقط همونجور که شما گفتید که بعضی از جاها میان میشیدن، فقط شما باید شنونده باشید. انتظار هست همه عزیزان شرکت بکنن. چند تا از دوستان از ایران شرکت کردن، قبلا با ما صحبت کردن، مطالبی رو با ما در میان خواهند گذاشت. بعد از صحبت آقای مشیری گرامی، این قولی که من به این دوست عزیز دادم فرزاد، آماده باشه که از ایران مطالبی رو آماده کرده برای ما برای 10 دقیقه صحبت کنه. خب سپاسگزارم. من تصویر خودم رو میبندم و آقای میثاق عزیز آماده هستید؟ آقای میثاق صحبتتون راجع به بنبست لیبرال دموکراسی از همینجا آغاز میکنیم، حدود 10 دقیقه، 10 تا 12 دقیقه، چون صحبت ها خیلی فشرده است و این رو مطرح بفرمایید، بعدا به سوالات هم جواب میدیم. خانم رضوان مقدم و آقای مشیری و من تصویرامون رو میبندیم، تصویر و صدامون رو میبندیم و سپای صحبت دوست عزیزمون آقای میثاق پارسا، دکتر میثاق پارسا مینشینیم. سلام خدمت تمام دوستان. میخواستم یه چند تا تضاد مهم رو تو جامعه راجع به
تمام جوامع صحبت بکنم، بعد یه خودم راجع به آمریکا که وقتمون کمه. عرض کنم خدمتتون که 3 تا تضاد در تمام جوامع بشری وجود داشته. این 3 تا تضاد اکثرا موجب جلوگیری دموکراسی بودن. و خارج از 3 تا تضادی که میخوام راجع بهشون صحبت کنم، اول تضاد دیگه وجود نداره که به این همه به اندازه این 3 تا تضاد اهمیت داشته باشن. این 3 تا تضاد تضاد سیاسی که چه کسی قدرت رو در جامعه کنترل میکنه، تضاد اجتماعی، و سوم تضاد اقتصادی که مارکس و کمونیست‌ها و سوشالیست‌ها اینا راجع به این خیلی زیاد صحبت کردن. لیبرالیسم به طور کلی، به طور اساسی، یه ایدئولوژی که چند قرن پیش در اروپا شروع شد به وجود اومد، 2 تا از این تضادها رو سعی میکنه که حل بکنه. این 2 تا تضاد، یک تضاد سیاسیه، دوم تضاد اجتماعیه. منظور من از تضاد سیاسی همون که تفنگ رو، قدرت رو تو جامعه که کنترل میکنه. تضاد اقتصادی همون تضادی که مارکس اینا طبقه و نابرابری های اقتصادی اینا صحبت میکردن. و تضاد اجتماعی تمام تضادهای دیگه تو جامعه وجود میاد جز تضاد اقتصادی هم. این تضاد جندر، زن و مرد، تضاد نژادی، سفید و سیاه و فلان اینا، یا تضاد مذهبی که مسلمان و مسیحی، یا اینکه الان روهینگا و حالا بودایی ها توی میانمار دارن، تضادهای دیگه وجود دارن که همشون جزء این تضادهای اجتماعی محسوب میشن. این 3 تا تضاد همیشه مسائلی برای دموکراسی به وجود آوردن. لیبرالیسم تضاد سیاسی و اجتماعی رو خوب جواب میده. جواب لیبرالیسم راجع به تضاد سیاسی اینه که قدرت دولت رو تو جامعه کم میکنه. یعنی یک بازار اقتصادی میاد، قدرت اقتصادی رو در دست سرمایه‌دارا میذاره و از این طریق قدرت دولت رو توی از نظر اقتصادی پایین میاره که دولت نقش مهمی تو اقتصاد بازی نمیکنه. بازاره که نقش مهم رو تو این جوامع سرمایه‌داری نقش اصلی بازی میکنن. و تضاد دومی هم که لیبرالیسم خوب این رو حل میکنه، این تضاده که مذهب یا دین، معنیش رو کاملا دقیقا نمیفهمم، ولی دین رو فکر کنم اینجوری بگیم، دین رو از توی سیاست جدا میکنه، با سیاست جدا میکنه. و این نتیجه این میشه که مسئله مهمی که در اروپا چندین قرن، حدود بیش از 1000 سال که روحانیت کاتولیک با دولت‌ها اینها اتحادی در بالا داشتن و با زمیندارای بزرگ که اون فئودالا بودن، تمام این سیستم فئودالیسم اروپا رو حدود بیش از 1000 سال کنترل میکردن. لیبرالیسم اومد گفت که خب دولت رو تضعیف میکنیم که دولت نتونه تمام این قدرت رو تو این جامعه داشته باشه. و تضاد اجتماعی که اون چیز همون قدرت روحانیت بود، به خصوص چرچ کاتولیک قدرت زیاد داشت، اون رو هم کم میکنیم، جدا میکنیم و در نتیجه ما یه لیبرال دموکراسی وجود داریم. مسئله لیبرال دموکراسی اینه که مسئله مهمتری رو که سوشالیست ها و مارکس و کسای دیگه مسئله داشتن باش، اون مسئله رو جوابی نداره. فقط بازاره و بازار اقتصادی آزاده که سرمایه گذاری و انباشت سرمایه و تقسیم چیزایی که جامعه تولید میکنه به وسیله بازار، یعنی production distribution یا supply demand، همه این چیزا در خلال در داخل بازار انجام میگیره و دولت در این نقشی نداره. از این نظر قدرت سرمایه میتونه، وقتی که دولت کار غلطی میکنه، قدرت سرمایه میتونه دولت رو چک بکنه. این رو به عنوان یک چک میذارن که اون قدرت سرمایه‌دار بتونه کارهای اشتباهی که دولت می‌کرده رو جلوی اونا رو بگیره. مسئله این در اینجاست که سرمایه‌داری خیلی سیستم خوبیه برای ثروت. این مسئله نیست، این خیلی چیز خوبیه. قبل از سرمایه‌داری و بعد از سرمایه‌داری که کمونیسم اومد، هیچ سیستمی به اندازه سرمایه‌داری نتونسته ثروت تولید بکنه. لیبرالیسم روی این مسئله نداره، ولی ما در این قرن‌های اخیر و به خصوص در این دهه‌های اخیر که بعد از تاچر ریگن اومده و این گلوبالیزیشن که
گفته بودین که فکر کنم جهانی شدن گفتین که میگیم به فارسی، این نابرابری های بسیار زیادی تو دنیا به وجود آورده و به خصوص خود آمریکا یک سیستمی تولید شده که خیلی نابرابری خیلی زیاد شده و این نتیجهش اینه که تو آمریکا خیلی از مردم ها رأی نمیدن برای اینکه میگن این سیستم سیاسی تحت کنترل سرمایه‌دار است و سرمایه‌داران که حرف دولت رو تصمیمای دولت و توی کنگره و برنامه‌هایی که میشه اینا هم که تصمیم میگیرن. حالا جالب اینه که یک تعدادی از جناح چپ سیستم سیاسی آمریکا، مثلا جیمی کارتر که از حدوداً جناح چپ میاد که دموکرات بهش میگن، اینجا میگن چپ، ایشون اخیراً پارسال البته گفتن که سیستمی که ما درست کردیم الان تو آمریکا یک سیستم اولیگارکیه. دقیقاً نمیدونم معنی اولیگارکی فارسی چیه، ولی تو آمریکا این یک کلمه بدیه، میگن یک اولیگارکیه که is based on unlimited money، که این در رابطه با سیتیزنز. آقای دکتر اینو تقریباً در فارسی تا اونجایی که من میدونم اشرافیت ترجمه میکنن عمدتاً. خیلی معنی دیگه اگر بله اولیگارکی مانی بیسد آن مانی انلیمیتد که مربوط میشه به سیتیزنز یونایتد که در سال 2010 هفت سال پیش که سپریم کورت آمریکا اون دادگاه بالای آمریکا، حالا فارسیش یادم نیست، دادگاه بالای آمریکا اون رو پاس کرد، قانون گذاری کرد، این موجب این شد که سرمایه‌دارا، آدمایی که پول دارن، البته اتحادیه‌های کارگری هم میتونن کار بکنن، ولی اونا در مقابل سرمایه‌دارا و کورپوریشن‌های آمریکا قدرتی نیستن. به هر حال منظور اینه که این قدرت اینا خیلی زیاد شده و به طور کلی چون که مردم شرکت، خیلی مردم آمریکا، اینجا میگن voter turnout که مردم بیان رای میدن، منظور اونه. این درجهش در تمام کشورهای غربی تقریبا پایین تره. اکثر موقع ها آمریکایی‌ها کمتر از بقیه رای میدن. البته مسائل دیگه هم هست که آمریکا این روزای سه‌شنبه که میریم رای میدیم این تعطیل نیست، خیلی از کشورهای اروپایی جای دیگه اون روز تعطیله، ولی مهم اونه که مردم احساس میکنن که در مسائل سیاسی نیروی نیستن، قدرتی نیستن. بیش از 90% نمایندگان در کنگره آمریکا، بیش از 90%، 90 و چند درصد اینا هر دفعه که انتخابات انتخاب میشن، یعنی شده مثل اینکه تقریبا میشه نزدیک 100% اینا انتخابن، چون که اینا پول خیلی زیادی سالهای سال گذاشتن تو اون چیزشون، تو اون صندوقشون و همیشه میتونن اضافه بکنن بیان، و آدمای خوبی که میخوان شرکت بکنن نمیتونن برای اینکه پول ندارن بیان در مقابل اینا رقابت کنن. و حالا جالب اینه که تو آمریکا این ریتینگی که میگن که ارزشیابی شما از کنگره چیه، جز به پایین ترینه در تاریخ آمریکا. مثلا 8% 10% میگن آره اینا خوبن، بقیه میگن اینا هیچ به درد هیچ چیز نمیخورن، الکیان پول میگیرن خرج میکنن اینا. و اون وقت این کنگره ای که فقط 8-10% یا 15% اپرووال داره، این دو مرتبه هم انتخاب میشه. مردم میگن خب این چطور ممکنه امکان داشت؟ امکان اینه که پوله و پول رو. حالا یه آدمی به نام آقای همه ایرانی ها که میدونن دونالد ترامپ انتخاب شده، ایشون پارسال در چیز انتخاباتش در یوتیوب هم هست میتونین پیدا بکنین، گفت که آره به اینا من پول میدم، وقتی پول میدم اینا میان میبخشین they kiss my ass، یعنی اون ماهتحت منو بوس میکنن. آقای ترامپ گفت، این رئیس جمهوره. من به دانشجوام گفتم خب ما حالا بریم پول بدیم ببینیم چی میشه. آقای ترامپ گوش میکنه به ما حرفی که خودش راجع به اون زده، دانشجو میخندیدن که این حرف رو که زدم. حالا مسئله، من نمیدونم چه وقت دارم جناب بدیعی. دو دقیقه. اوکی، من خلاصه میکنم. قسمت سوالات اگر چیزی باقی مونه تو قسمت سوالات شما بهش میپردازید، ولی تو دو دقیقه بفرمایید. یک چیز فیلسوفر آمریکایی به نام جان رالز، من 1976 دانشجو بودم، یه چیزی ازش یاد گرفتم که منجر به این شد که یک سوالی بیش از 40 سال از دانشجوام تو آمریکا پرسیدم. این سوال اینه که من فرض میکنم که شما 100 سال دیگه عمر میکنین، بعد از 100 سال به عنوان خدا یک عمری به شما میدم که برگردین تو این دنیا دو مرتبه زندگی بکنین، آیا دوست دارین شما در جامعه A یا A زندگی بکنین یا جامعه B؟
و مشخصات این جامعه آ و ب من چیز زیادی نمیدونم. تنها چیزی که راجع به آ و ب میدونم اینه که، یا الف و ب میدونم، اینه که در جامعه الف این جامعه خیلی نسبتاً برابره، یعنی 10% بالا نسبت به 10% پایین فقیرترین، اربابترین و فقیرترین بین 5 برابره، یعنی ثروتمندا که در 10% بالا هستن 5 برابر مردم اون 10%ی که فقیر هستن دارن. و در جامعه ب، جامعه دوم، فرق بین 10% بالا و 10% پایین فقیر حدود 50 برابره. وقتی من از 1176 که این رو یاد گرفتم، از هزاران دانشجو تو الان پرسیدم، هر سالم تقریبا میتونم بگم حدود 2 مرتبه من 4 تا کورس که درس میدم، 2 تا کورسشون نابرابری اجتماعی و سیاسی مطرحه، میپرسم که کدوم شما میتونه جامعه ای رو میخواین دوست دارین یا جامعه ب رو دوست دارین. تقریبا بیش از 90% دانشجوها در تمام کلاس‌هایی که من درس دادم تو این بیش از 42 ساله، بیش از 90% دانشجوها انتخاب میکنن جامعه آ رو، یعنی میخوان تو جامعه‌ای که برابرتر باشه. وقتی میپرسم چرا جامعه برابری شما میخواین، میگن خب من اگر تو جامعه نابرابر باشم، اگر فقیر باشم، اون وضعم خیلی خرابه نسبت به آدمایی که بالا هستن، و جامعه آ خیلی برای من بهتر میشه، برای اینکه وضعم نسبت به اونایی که بالاترن زیاد فرق نمیکنه، یه خورده فرق میکنیم. بعد من بهشون یاد میدم جامعه ب، اتفاقا جوامعی که مثل ب هستن، این جوامع جهان سومن. جامعه آ جوامع واقعا مثل سوئد و نروژ و دانمارک و حتی ژاپنه. و وقتی بهشون میگم، میگم خب ما انتخاب درستی کردیم، چون اون جوامعی که مال جهان سوم هستن، من بعضی موقع بهشون جوک میکنم، اونایی که انتخاب کردن میگم خب شما رو میفرستیم به هندوراس یا گواتمالا، اینجور کشورها. مسئله برگردیم به صحبت اصلیمون، لیبرال دموکراسی نتونست بفهمه که سرمایه‌داری قدرت پروداکشن ثروت، تولید ثروتش خیلی زیاده، و این جنبه اونور سکش اینه که وقتی ثروت خیلی بزرگ تولید میکنه و این ثروت به مردم بقیه نمیرسه که قول دادن میرسه و نرسیده در حدود این دهه اخیر، این میتونه نابرابری های خیلی زیادی به وجود بیاره و سیستم سیاسی رو نابود بکنه. نابود بکنه از 2 طریق، یک اینکه ثروتمندا اون سیستم دولتی رو زیر کنترل خودشون میارن، دو اینکه مردم از این ناامید میشن از همچه سیستمی و رای نمیدن، که همچه چیزی که در آمریکا اتفاق میفته. این کشورهای اسکاندیناوی اون چیز آیی که من خدمتون عرض کردم، اون جامعه آین که 10% بالا 10% پایین، حدود 5 برابر با هم فرق دارن. کشورهایی که مثل جهان سوم، آفریقا و آسیا، آمریکای جنوبی هستن، اینا اون 50-60 بیشتر هم بعضیشون هستن، فرق اینا اینجوریه. لیبرال دموکراسی نتونست این مسئله رو درک بکنه. فقط در زمان این دهه Great Depression تو آمریکا میگیم، سالهای 1930، در اون موقع یه مقداری اومدن نزدیک شدن، فهمیدن که چی شد. FDR اومد برنامه‌های گذاشت که این آمریکا رو بیشتر به سوی لیبرال دموکراسی بیاره، که در نطق آخرش هم FDR فرانکلین روزولت نطق آخرش هم گفت که ما بایستی اکونومیک بیل آف رایتس درست بکنیم، که همون چیزایی که مثل اسکاندینیا بایدن. ولی متاسفانه فرانکلین روزولت مرد و این فراموش شد که ریگان و تاچر هم اومدن که در امریکا و انگلستان تمام اون چیزای سوشال دموکراسی که حداقل یه خورده به وجود اومده بود از زمان روزولت، اون هم از بین رفت. من اینجا استاپ میکنم، بعد دوست دارم ببینم دوستان نظرشون چیه. سپاسگزارم از شما. در قسمت پرسش و پاسخ، اولین پرسشی که میل دارم جواب بدید، پرسش خود من هست، این که آیا الان، نه البته، بعد از صحبت آقای مشیری و پرسش، یعنی پرسش پاسخ رو میذاریم بعد از صحبت شما و آقای مشیری، آیا دکتر میساق لیبرال دموکراسی رو، یعنی همین چیزی که در این کشورها هست، برای ایران اصلا عملی میدونید یا خیر؟ با توجه به اشرافی که شما نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی و فرهنگی و اقتصادی این کشور دارید،
آیا اصلا این امکان پذیر هست؟ نه نه، اینو تو قسمت بعد لطف کنید، تو قسمت پرسش و پاسخ. آقای میساق شما، خب فرصت هم کم بود، خواهش میکنم نکاتی رو که میخواید تذکر بدید، چه در رابطه با دوستان و چه چیزهایی رو که نگفته گذاشتید، بفرمایید. از کنم خدمتون که بحث های خیلی جالبی شد از جناب مشیری و خانم مقدم و جناب خیلی ذوالفقاری و حاجی دسفولی و فرزاد، خیلی زیاد بود، صحبت های خیلی مهم و جالبی شد که من وقت زیاد ندارم راجع به اینا. من بحثم رو در مورد مسئله لیبرالیسم به ایران وقت نبود که امتداد بدم. بحث من خیلی کلی، به طور کلی که بگیم، مردم ایران چندین دهه هست که سوشال دموکراسی میخوان. برگردیم به زمان دکتر مصدق، دکتر مصدق هم همین کاری میخواست بکنه، چون دو تا صحبت کرد. نه تنها میخواست قدرت شاه رو کنترل بکنه، تضعیف بکنه قدرت دولت رو در اون استبداد و اون چیزایی که همه گفتن، میخواست اصلاحات ارضی بیاره، درآمد دهقانه رو بالا ببره، درآمد اون لندلوردهای بزرگ، زمیندارای بزرگ رو پایین بیاره، که این چیزای بحثای سوشال دموکراسیه که میکنن همه جا. این اون بود. بحث دوم اینه که چرا مردم ایران سوشال دموکراسی میخوان، اینه که مثل بقیه مردم دنیا اون دوتا آ و ب رو که گفتم، الف و ب، اکثر مردم دنیا الف رو میخوان نه ب رو. یعنی تفاوت بین بالایی و پایینی ها حدود 5 برابر، حدوداً 6 برابر. اگه بریم مثلا به ماندرگان که یک سری کوآپراتیو در اسپانیا، تقریباً نابرابری ها بین کارگر و اون کارفرما که ندارن، اونا کوآپراتیو هن. اون کسایی تعاونی بهش میگن، تعاونی. خیلی ممنون. بین کسایی که دایرکترن یا منیجرن، اونا با این کارگر که در پایینه تو پروداکشنه، حدود 5-6 برابره. این اکثر مردم دنیا. من با جامعه شناس های مختلف که در جاهای مختلف دنیا کار کردن صحبت کردم و از اونا که میپرسم، میگن اکثر مردم این رو میخوان تو دنیا. ولی سرمایه‌داری مثل آمریکایی که چیه، کنترل نمیشه به هیچ وجه، نابرابری ها خیلی ریخته. یعنی خیلی ممنون، همون منظورم افسار خود گسیخته بود، یادم رفته بود افسار گسیخته، همچه چیزی مردم دنیا اینه رو نمیخوان. حالا برگردیم به ایران. مردم ایران چرا سوشال دموکراسی میخوان؟ مردم ایران، جناب مشیری هم که گفتن دفعه قبل، آمدن با ابتدای انقلاب مبارزات سیاسی، آزادی‌های سیاسی و در مقابل استبداد مبارزه کردن. ولی دفعه قبل هم گفته بودم در بخش دومه که بعد از اینکه شریف امامی میاد به قدرت میرسه، طبقه کارگر و طبقه متوسط وارد مبارزه شدن و اونها مسائل اقتصادی خیلی زیادی داشتن که بیشتر به حقوق بیشتر، درآمد بیشتر، هاوزینگ، مال خونه، اجاره، فلان، این چیزا بود، بهداشت، خیلی چیزای دیگه اومد. و خمینی اینقدر زرنگ بود، قبل از انقلاب هیچ وقت راجع به کلمه مستضعفین من ندیدم. من 2 بار صحیفه نور رو خوندم، گاگای صفیحه امام رو هم نگاه میکنم توی اینترنت، ولی صحیفه نور رو من 2 بار خوندم، هیچ وقت راجع به قبل از انقلاب راجع به مستضعفین نمیگفت. ولی کمتر از 7 روز، 5 روز بعد از اینکه به ایران بعد از اینکه انقلاب شد، 22 بهمن انقلاب بود، 27 بهمن ایشون یک دفعه صحبت مستضعفان شد که تمام پیغمبرها اومدن برای مستضعفین، پیغمبر اسلام اومده برای مستضعفین، ما هم اسلام، حکومت اسلامی برای مستضعفینه. ایشون فهمید که یک بخش مهم مسائل مردم ایران در اون موقع همین فقر و همین نابرابری ها بود که در مرحله آخر، و اون شعاری هم که مردم ایران در مقطع آخر انقلاب میدادن، استقلال، ببخشید، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، همون برابری ها و مسائل اقتصادی بود. این فهمیدنشون خوب فهمیدن و از این استفاده کردن که نتیجهش این شد که تمام چیزهای املاک پهلوی و تمام اون، تو انگلیسی میگیم dependent capitalist، اونایی که تو آمریکای جنوبی میگن کامپرادور، اونا تمام، اونا مثل الغانیان یا ثابت، اینا بودن، اینا که بودن، تمام اونا رو گرفتن دادن به
بنیاد مستضعفین و بخشش رفت دولت، قسمت اعظمش اومد دست خامنه‌ای و خامنه‌ای اینا شد. این که قرار بود که این به مردم کمک بکنه که نکرد. حالا مسئله دیگه ای که اون دوستمون جناب فکر کنم دیسفولی بودن گفتن، در ایران نابرابری ها بیشتر شده بعد از انقلاب، کمتر نشده. اینا احمدی نژاد این نگاه این جینی کوفیشنت رو میگیرن، جینی کوفیشنت که چیز نابرابری در جامعه و برابری اقتصادی رو یا اینکام یا ویلث رو نشون میده، ثروت یا درآمد رو نشون میده. این نسبت به قبل از انقلاب پایین اومده، یعنی برابری بیشتر شده. وقتی به کشورهای مثل سوئد یا نروژ، دانمارک نامی کنیم، این جینی کوفیشنت اینا، جینی کوفیشنت اینا هست حدود 0.24-0.25. این بهترین جینی کوفیشنت. حتی اتحاد جماهیر شوروی از این بهتر نشد. مثلا نروژ الان از تقریبا برابرترین جامعه دنیاست. ژاپن هم تقریبا همون اندازه، حدود 0.25-0.26. ایران در زمان قبل از انقلاب بود 0.44 که بالاتر بود. آمریکا معمولا حدود 0.4-0.23، چون آمریکا خیلی نابرابری خیلی زیاده. ولی وقتی الان نگاه میکنیم، احمدی نژاد میگن ببین ما جینی کوفیشنت پایین آوردیم، برابری پایین آوردیم، شد 0.39-0.38 اینجورا شده. ولی آقای احمدی نژاد و این کسایی که اون بحث رو میکنن در ایران، من در کتاب اخیرم این بحث رو کردم، اینا خیلی در اشتباهن. برای اینکه قسمت اعظم ثروت ایران که از خانواده پهلوی و از اون خانواده های هزار فامیلی ها هر چشمی بذاریم، اون دیپندنت کپیتالیست که از ایران بیرون رفتن همون زمان انقلاب یا قبل از انقلاب یا شورتلی بعد از انقلاب، اون تمام اون ثروت اومده دست یا مستضعفین، بنیاد مستضعفین و فلان اینا شده، یا این حدود 120 تا کمپانی و بیش از 100 تا بنیاد داریم، بنیادهای مختلف، کمپانیای مختلف دارن. اینا همه اومده در دست آقای خامنه ای و روحانیت قرار گرفته که این اصلا به حساب نمیاد. وقتی جینی کوفیشنت رو میگیرن، جینی کوفیشنت اگر اونا رو حساب کنیم خیلی نابرابری خیلی زیاده، ولی به خاطر اینکه این سروی هایی که میگیرن اون جینی کوفیشنت واقعی رو در ایران نشون نمیده. و چیزی که مردم ایران میخوان، سروی های دیگه هم بوده، در 1992-93 اون موقع یک سروی اومد، 77% مردم ایران یک expression intense feeling of injustice که من کتاب اخیرم راجع به این صحبت کردم، intense feeling یعنی خیلی عصبانیت خیلی شدیدی در مقابل نابرابری ها و بی‌عدالتی های اقتصادی ابراز کردن. الان هم اگر برن اونجا همین سروی رو بگیرن، نتیجهش همین میشه، نابرابری ها خیلی زیاده و لیبرال دموکراسی نمیتونه جواب اینا رو بده. لیبرال دموکراسی میخواد استبراد رو تحت کنترل بگیره، که منم قبول دارم خیلی چیز مهمیه. لیبرال دموکراسی میخواد دین رو از حکومت جدا بکنه. ببین اینم قبوله، خیلی درسته، در ایران مردم ایران الان همین میخوان. اینا که در جنبش سبز چیز میکردن، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، یعنی جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخواستن. اینا همش مهمن. ولی لیبرال دموکراسی، بحث من اینه که لیبرال دموکراسی حداقل در آمریکا داریم، مسائل اقتصادی رو توجه زیادی نداره. به خصوص زمان ریگان و ساچر تو انگلستان، این مسائل اقتصادی خیلی بدتر شده تو این کشورها. طبقه متوسط، جناب مشیری راجع به ایران گفتن که در ایران داره از بین میره، در آمریکا هم داره از بین میره. خیلی بدتر شده اوضاع برای طبقه متوسط. یه مقدار اینا ثروت بعضیشون بهتر شده، رفتن به بالا، طبقه بالا چسبیدن، مقدار زیادی سینک کردن، دارن میرن پایین، نزول کردن داره، بعضیشون بدتر میشه. به هر حال صحبت های من این بود. من اینجا میدونم که وقت تو ایران خیلی دیر وقته و بقیه هم صحبت های خیلی عالی همه کردن، من با بیشتر صحبت ها موافق بودم. تنها چیزی، جمله آخری که میخوام بگم که چه باید کرد. لنین این سوال رو مطرح کرد توی اون مقاله خیلی مهمش به نام What's to be done. من راجع به ایران همیشه دارم فکر میکنم و مسئله من اینه که به یک چیز مهمی باید توجه داشته باشیم، اونم که خفقان در ایران همیشه خیلی زیاد بوده. تنها مواقعی که
جنبش های مهم تو ایران به وجود اومدن، موقعی هایی بودن که خفقان، و فکر کنم خفقان همین، من در انگلیسی بهتر میتونم بگم repression, political repression، این سرکوبی که این حکومت ها کردن. وقتی این سرکوب repression پایین رفته، جنبش به وجود اومده. زمان بعد از 1941 که رضا شاه برکنار رفت، زمان دکتر مصدق که آزادی های سیاسی خیلی بیشتر شده بود، اون موقع جنبش های مختلفی اومدن. بعد زمان که دکتر امینی اومد، حداقل یک تظاهرات خیلی بزرگی با 80,000 نفر عکس های مصدق اومدن تو اوایل 1960 تو خیابون ها اومدن. بعد جیمی کارتر اومد که شاه اومد، یک مقدار خیلی کمی این خفقان و سرکوب رو پایین آورد که جنبش مردم بود، جنبش که انقلاب 57 بود جنبش. زمان یه خورده زمان آقای اون رئیس جمهور بود تو ایران، خاتمی، آقای خاتمی، خیلی ممنون، آقای خاتمی، خاتمی که اومد 1999 به وجود اومد، جنبش دانشجویان که اومدن تو خیابون صدا میزدن که چیزشون شعارشون این بود که ملت گدایی میکند، ملا خدایی میکند. اون دانشجوها تمام فاوندیشن جمهوری اسلامی رو حمله کردن، هم اقتصادش، هم سیاستش، هم ایدئولوژیش. ملت که دعایی میکنند، ملا خدایی میکنند. بعد 2003 اومد، بازم یه جنبش دانشجوی 10 شب ادامه پیدا کرد. مهمترین چیزی که تو ایران میشه بشه، میتونه انجام بشه، که ریپرشن بیاد پایین. این ریپرشن هم آخونده و سپاه پاسداران میدونن که نباید پایین بیارن. الان داشتم نگاه میکردم دو سه تا از خانمایی که تو چیزای این مبارزات فعالان اجتماعی بودن، دو سه تاشون هم امروز دستگیر کردن بودن. جمهوری اسلامی شگردش اینه که همیشه سرکوب بکنه، و به خاطر این سرکوبشه که مردم نمیتونن مبارزشون رو ادامه بدن. حالا ما میتونیم مبارزه مسلحانه بگیم، این و اون، همه بحثا رو بکنیم، ولی مسئله اینه که مهمترین تغییراتی که تو ایران به وجود اومده در شرایطی بوده که خفقان پایین رفته. خفقان که بالا میره، مبارزه مسلحانه اگه کسی اونجا بره شروع بکنه، خفقان بیشتر میشه. اینا دنبال اینن که دنبال بهانه هستن که یا گروگانگیری یا جنگ عراق یا مبارزه مسلحانه که خفقان رو بیشتر بکنن رو مردم، که نابودتر بکنن. من این رو نمیبینم که جواب مسئله ایران باشه. میبخشید من بیشتر صحبت کردم، همینجا تمام میکنم. سپاسگزار از شما، سپاسگزار از همه دوستان.